سلام به همگی، امیدوارم که حال دلتون خوش باشه. بچه ها میخوام توی این ویدیو بگم چطوری با یه مقوا کارتون یه طرح چوب خیلی عالی بسازید. مقوا کارتونی که تو خونه همگی پیدا میشه، پس حتما توی این ویدیو همراه من باش. اولین مرحله بچه ها باید بیستون رو یه رنگ روشن بذارید. رنگی که میزنید باید از طیف های کرم یا مثلا نسکافه‌ای و اینطور رنگ ها باشه. حالا من رنگ نسکافه‌ای زدم، ولی خب مثلا پیشنهاد خودم اینه که رنگ کرم بزنید، چون خروجی کار اون جلوه چوبی که خروجی به دست میاد خیلی قشنگ تره. ولی در کل رنگ های روشن بزنید، رنگ هایی که از رنگ شاپان یا رنگ قهوه‌ای که داریم روشن تر باشه. من شاپانم رو میام داخل لیوان میریزم و برای رقیق شدن اون هم از تینر روغنی استفاده میکنم. میزان رقیق شدنش رو باید تا حدی ادامه بدید که قلم به راحتی و خیلی روان روی سطحمون حرکت کنه. فقط یه نقطه‌ای که وجود داره اینه که رنگ اولی که میزنین بچه ها اون هم باید رنگ روغنی باشه و زمان بدین که کاملا خشک بشه. طرف این کار یک روز زمان لازم هست تا بیس اولیه خشک بشه. من قبلا خب اومدم این حرکت رو با رنگ کرم زدم و اون رو هم براتون میذارم در انتهای کار که ببینید خروجش ها متفاوت میشه زمانی که رنگ اولتون خب متفاوت باشه، یا کرم باشه یا نسکافه‌ای. خب شاپانم رو تیکه تیکه زدم و حالا میخوام از مقوا کارتون استفاده کنم. مقوا کارتون به خاطر اون شکل داخلش که یه حالت دالبوری داره باعث ایجاد انگار طرح روی کارمون میشه. بار اول میکشید و مقداری از اون شاپان رو برمیدارید و این کار رو مدام انجامش میدید. اصراری نداشته باشید که حتما با همون مقوایی که در ابتدای کار گرفتید بخواید این طرح رو بندازید. نه، من مدام این مقوا رو تغییرش میدم، چون توی برش هایی که میخوره حالت مختلف میگیره. مثلا بعضی موقع ها مقوا برش خوب میخوره و خب خیلی طرح قشنگی میده، گاهی اوقات نه خیلی برش بدی میخوره و شاپون خیلی بدجور برمیداره و این طرح چوبمون قشنگ نمیشه. ولی خب یک مزیتی که این کار داره این هستش که چون هم شاپون دیر خوش میشه، هم شما زمان بیشتری دارید تا یعنی زمان زیادی دارید تا بتونید اصلاح کنید کارتون رو، بخاطر همین نگرانی این نداره و شما میتونین اگر جایی کارتون اشتباه شد مجدد شاپان بذارید روی اونجا و دوباره کار رو انجام بدید. یا اگر دوست دارید رنگ بیشتری رو بردارید میتونید مقوا کارتونتون رو آغشته کنید به رنگ به تینر روغنی و روی رنگ بکشید. بچه این کار خیلی کار آسونی هست و فقط و فقط نیاز به این داره که شما تمرین بیشتری انجام بدید و اینطوری میتونید یک خروجی خیلی زیبایی داشته باشید. و یه نکته ای که بگم بچه ها این هستش که این کار هیچ محدودیتی نداره بابت این که این طرح رو بندازید و شما میتونید این کار رو تا زمانی انجام بدید که به اون طرح دلخواهتون برسید. پس خیلی اینطوری نیستش که مثلا کارهای رزین که سریع باید طرحتون رو بندازین چون اون حالت جل تایمش میرسه و رزین سفت میشه، اینجوری نیست. این هم رنگش دیر خوش میشه، هم هر جا که خراب شد مجدد رنگ میذارید و دوباره انجامش میدید. خب بریم بچه ها اون مدلی هم که من بیس رو رنگ کرم زدم ببینید. و منم این کار رو تا زمانی که حس کردم که این کار خیلی قشنگ شده ادامه دادم و اینها. میتونیم ببینیم مراحل کار رو. خب بچه ها اینم از ویدیوی پتینه چوبمون که با مقوا کارتون که یک وسیله دم دستی هست بهتون یاد دادم که چطوری طرح چوب بزنید. البته میتونید وود گرینر که یک وسیله هستش که به واسطه اون طرح چوب میزنن رو هم از ابزار فروشی ها تهیه کنید و این طرح چوب رو با اون هم میشه زد.
اگر از این ویدیو خوشتون اومد بچه ها لایکش کنید و اون رو شیر کنید بین دوستاتون، سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله هم بزنید که کلی ویدیوهای خوب تو راه داریم. مرسی از همتون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید.